من وحید فاضل در خدمت شما هستم با برنامه دیگر از سری برنامه های 7 دقیقه ماکسیموم. مهمان ارجمند این برنامه جناب آقای امید رحیمی هستند. آقای امید رحیمی، درود بر شما و خیلی خوش آمدید. عرض ادب دارم خدمت شما و تشکر میکنم از اینکه بنده رو دعوت کردید به برنامه خودتون. همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و آرزوی سلامتی دارم برای همه. خیلی ممنون و متشکرم. آقای رحیمی، چی شد که به موسیقی اصیل ایرانی علاقه مند شدید؟ از شاید که بنده خب از بچگی این علاقه توی وجودم بود. یادم مادرم یه خاطره تعریف میکنه، البته من یادم نیست، ولی اون زمانی که خب قدیمی ها زمان قوره گرفتن و آبقوره رو میگرفتن و توی دبه های پلاستیکی میذاشتن توی حیات یا ایوون میذاشتن که خب زیر آفتاب جا بیفته، مادرم گفت که یه زمانی تو 4-5 سالت بود اومدی یکی از این دبه ها رو خالی کردی آبقوره هاش رو و شروع کردی به ضرب گرفتن روی این دبه و سر صدا کردن و خوندن. آره، بنده از خب بچگی این علاقه تو وجودم بود که خب بعدها با گوش دادن به آهنگ های خب روز خیلی دوست داشتم که آهنگ ها رو یاد بگیرم و توی جمع بخونم، توی مهمونی ها، توی جمع های خصوصی، تا اینکه و همچنین پدرم خدا بیامرز صدای خوبی داشت و ایشون خب اونم توی جمع ها میخوند و منو تشویق میکرد که بخونم چون میدونست منم صدای خوبی دارم. خب اونم منو علاقمند کرد. همچنین ایشون یادش بخیر اولین باری که آلبوم مرکب خانی استاد شجریان من شنیدم، پدرم خدا رو زن خریداری کرد و توی ماشینش بود و هر دفعه که ما این برنامه میرفتیم اینو میشنیدیم و من خیلی علاقه من شدم به این آلبوم و واقعا و هرچی بیشتر گوش میدادم بیشتر لذت میبردم، تا اینکه علاقه من شدم که این موسیقی رو یاد بگیرم. در واقع مشوق اصلیتون مرحوم پدر و فضای خانواده همچنین اون آثار اون مقطع زمانی موسیقی ایران بوده که اینا همه دست به دست هم دادید و ما رو مفتخر کرده که استعداد خوب و بسیار بسیار افتخار آمیزی رو به نام آقای امید رحیمی ما داشته باشیم و به حضورشون در این شهر افتخار بکنیم. شما در مورد این صحبت کردین که فضای خانواده خب میتونه یه همچین تأثیر رو روی استعداد برای فرزندان اون خانواده بذاره و شکوفا بشه. شما فکر میکنید الان عدم استقبال عموم مردم از موسیقی سنتی ایران و اون موسیقی اصیل چی هست؟ والا من فکر میکنم، البته این نظر شخصی بنده است، یه علتش به نظر من انقلاب بود که بعد از انقلاب چون خب موسیقی ممنوع شد و خب خانم ها نمیتونستن بخونن، صدای خانم ها ممنوع شد، این حتی موسیقی سنتی هم اول و بعد از انقلاب با حالت حماسی شروع شد چون خب قلقم بود موسیقی در واقع مجموعه چاوش ها و خب قبلش مثلا خب برنامه گل ها بود، خواننده حالا مرد زن با هم دیگه میخوندن، خیلی تنوع قشنگی بود و هم در کنارش موسیقی های دیگه پاپ و شش و هشت بود و مردم همه رو گوش میدادن، ولی بعد از انقلاب متاسفانه به خاطر اون ممنوعیت و اون محدودیت و همچنین توأم شدن با خب مشکلات زندگی، غم و غصه ها، جنگ و این موسیقی سنتی توأم شد با غم و غصه، یه حالت زنندگی ایجاد کرد برای ملت و خب این یه مقدار اولین دلیلش این بود و دومین دلیلش هم به نظر من به خاطر غنی بودن و وسیع بودن این موسیقی هست، چون که واقعا موسیقی سنتی ایرانی واقعا مشکله، بسیار تکنیک بالا و وسعت زیادی داره که همه کس نمیتونن اینو درک کنن و یاد بگیرن. بله، واقعا کار لذت بله بله دقیقا. و خب کسایی که حالا خوش صدا بودن ترجیح میدادن که برن این کار راحت هم مثل پاپ یا شیشه هش شروع کنن تا اینکه بخوان سالها وقت بذارن که این مثلا موسیقی رو یاد بگیرن.
در موسیقی سنتی خب ما 7 دستگاه داریم، 5 تا آواز داریم، جمعاً 12 تا که هر کدوم از اینا حداقل 10 تا گوشه داره و خب 120 تا تقریبا گوشه میشه که بله که هر خواننده باید اینا رو یاد بگیره و هر گوشه تحریر درآمد و پایانی داره که خب 245 تا تحریر میشه که واقعا کار ساده ای نیست. همه کس توانایی ندارن که دنبالش برن، حوصله یعنی ندارن که دنبالش برن. یکی از دلایل همین بود که خب هم شنونده هم خواننده یه مقدار کم شد تو این زمینه. درسته. شما عکس العمل غیر فارسی زبان ها رو چطور دیدید در جایی که تو مدتی که تشریف داشتید؟ خیلی عالی بود حقیقتش. من بعد از هر برنامه خب استقبال خوبی برخوردار می‌شدم از طرف غیر ایرانی ها، مخصوصا موقعی که توی برنامه های ما آواز من اجرا می‌کردم خیلی براشون جالب بود، چون درک می‌کردن که این یه چیز متفاوته، یه کاریه که واقعا پر از تکنیکه و توانایی بالایی میخواد و خیلی دوست دارم، خیلی علاقه مندم، مخصوصاً از کنم به آواز. دقیقا. شما به نظرتون چطور میشه که این جایگاه جهانی هنوز پیدا نکرده موسیقی ما که ما بیشتر باش آشنا هستیم تا حدودی، میدونیم که این چقدر دامنه گسترده‌ای داره از نظر غنای موسیقیایی، ولی خب همونطور که ما میدونیم شاید آنچنان درصدی از موسیقی جهانو نداره در اختیار. شما فکر میکنید این عدم استقبال جهانی، حالا در مورد عدم استقبال خود جامعه ایرانی صحبت کردیم، جهانیش شما فکر میکنید چطور اتفاق افتاده؟ فکر میکنم موسیقی ایرانی خب چون خیلی پیچیده هست، خیلی سخت است که اینا روی خب با نوت نوش، یعنی هر استادی سبک خودشو داره و خب اون نوت نویسی خودشو داره. به خاطر این تغییر و تحولی که توی دستگاه‌های آواز هست، خب یه حالت پیچیدگی و گیج کنندگی به بقیه ایجاد میکنه و انتقاد میکنه. من الان یک ماهی هست که با یکی از دوستان داریم روی موسیقی ایرانی، روی تئوریش داریم کار میکنیم. واقعا بسیار کار سختیه و نوت در آوردن این دستگاه ها اصلا میتونم بگم ممکن نیست در واقع. که خب علی‌نقی وزیری اومدن که این یه نوت ثابت گذاشتن روی این موسیقی ایرانی، چون که خب موسیقی ایرانی رو پرده داره که خب کلاسیک نداره. در واقع شما رسم و خط رو میفهمید که در واقع همون آره مکتوب کردن موسیقی در واقع، بله، به نوت در آوردن و مکتوب کردن موسیقی، چون خب نبوده قبلا که تا خب علی‌نقی وزیری خودش یه نوت ثابت قرار داد، ولی خب اساتید رعایت نمی‌کردن، چون هر کسی یه سبکی داشت و خب نمی‌شد واقعا این تغییر و تحول توی ردیف‌های آوازی ایرانی هست، کارش نمی‌شه کرد. من فهم می‌کنم به خاطر این بود که خب چون یه چیز ثابتی نبود مثل حالا موسیقی کلاسیک، یه مقدار اون دلیلش بود که شما نظرتون در مورد موسیقی تلفیقی چی می‌پسندید؟ بله، موسیقی تلفیقی رو من دوست دارم، چون که خب یک کامبینیشن هست که بین حالا دو تا سبک و کار خیلی سختی هست کار تلفیقی، ولی اگه خوب اجرا بشه و آهنگسازی بشه واقعا کار قشنگی میتونه باشه، چون که تنوع هست در این موسیقی تلفیقی و خب شنونده بیشتری داره و من آره میپسندم، خوشم میاد از کار تلفیقی. شما تا کنون اثری منتشر کردین؟ بله، در سال 2013 بنده با همکاری یکی از هنرمندان در ایران آلبوم خرمیاد رو منتشر کردم که این آلبوم 6 تا از آهنگای استاد همایون خرم هست که دوست هنرمندمون در ایران این آهنگا رو دوباره تنظیم مجدد کرد و بنده اینجا بازخوانی کردم آهنگا رو. و این به صورت CD منتشر شده؟ بله بله، در سال 2013 بنده توی استودیو همین بیرزبن رکورد کردم و بله دیگه منتشر شد. من تا
طبیعتاً میتونن تهیه بکنن علاقه من دارم. بله توی ای بی هست. بله. خب آموزش چطور، شما آموزش هم میدین؟ بله بنده در خدمت عزیزان هنرجو و هنردوست هستم و الان هم چند تا شاگرد دارم که این عزیزان یک ماهی هست. بله. منظورم که روند آموزش تو برنامه شما هست و اگر کسی علاقه من باشه میتونه با شما تماس داشته باشه و از کلاس آموزش شما استفاده بکنه. به چه ترتیب میشه با شما تماس گرفت؟ آیا بنده وبسایت دارم www.omidrahimi.com وبسایت شخصیم هست که اونجا اطلاعات هم هست. توی فیسبوک هم یه پیج دارم، پیج خرمیاد که خب ما هر دو رو مشخص میکنیم، دقیق با اسپل صحیح می‌نویسیم می‌ذاریم که در صفحه فیسبوک همین برنامه که بتونه دوستان گرم مراجعه بکنم با شما در تماس شدن. فعالیت پیش رو و آینده چی دارید؟ فعالیت پیش رو فعلا ما برنامه وودفورد داریم، من با همکاری باربود ولدی و مصطفی ادبایی از طرف گروه جذاب. بله. در واقع قسمت ایرانی گروه جذاب. بله. همین سه نفری. بله. که هستیم 27 دسامبر یه برنامه نیم ساعته داریم در وودفورد و همچنین روز 29 بنده خودم برنامه دارم با آقای باربود ولدی که از طرف برگزار کنندگان این برنامه دعوت شدم امسال. بله. و 29 هم یه برنامه داریم. 29 این افتخاریه که در این فستیوال معروف و بزرگ ما نماینده از ایران داریم. امیدوارم که موفق باشید، مثل همیشه باعث افتخار ما هستی. اگر سوال پایانی دارید و دوستید مستقیم با شنونده ها صحبت یا فهمید این تیرون در اختیار شما. خواهش میکنم. در اول تشکر میکنم از شما که بنده رو دعوت کردین و این فرصت رو دارین که در خدمتتون باشم. همچنین واقعا آرزو میکنم که خب هموطنان عزیز بیشتر در باره موسیقی ایرانی تحقیق کنن و بشنون، چون که واقعا یک موسیقی هست که بسیار غنی هست و متفاوت از سبک‌ها و موسیقی‌های دیگر و در حفظ در تلاش حفظ این سبک و این ردیف‌های موسیقی تلاش کنند و در با شنیدن و با تحقیق کردن در این زمینه کوشا باشن که ما بتونیم اینو دست به دست به نسل‌های آینده برسونیم. بله، با امید سلامتی برای شما و ممنون از تشریف فرمودید. عزیزان شنونده و یاران گرامی، با سپاس فراوان از حضور جناب آقای امید رحیمی شما عزیزان رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.